درست یک روز بعد از پایان تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات 3 سال پیش آمریکا، دونالد ترامپ در تماس با رئیس جمهوری اوکراین تحقیقات دیگری را کلید زد. آقای ترامپ از ولودیمیر زلنسکی خواست درباره مهمترین رقیب احتمالیش در انتخابات سال آینده آمریکا تحقیق کند. اوکراین در این زمان منتظر صدها میلیون دلار کمک‌های نظامی مصوب کنگره آمریکا بود که برای جنگ با روسیه به شدت به اونها احتیاج داشت. یک مقام اطلاعاتی آمریکا که متن این مکالمات آگاه شده بود، از رئیس جمهوری آمریکا شکایت می‌کند و همین شکایت آغازگر تحقیقات در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا می‌شود. حزب دموکرات در مجلس نمایندگان اکثریت دارد. دموکرات‌ها، دیپلمات‌ها، مقام‌های وزارت خارجه و وزارت دفاع و حتی کاخ سفید رو احضار کردند و از اونها پرسیدند که آیا عملکرد رئیس جمهوری همسو با سیاست خارجی آمریکا و به سود مصالح ملی بوده یا نه. پاسخ اکثرشون این بود: خیر، دونالد ترامپ به دنبال منافع شخصی و سیاسی خود بوده. از اون طرف صدای اقلیت جمهوری خواه در مجلس بالا رفته بود که رئیس جمهوری آمریکا نگران فساد جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین بوده و اوکراین هم در نهایت هرچند با تأخیر کمک‌های نظامی مورد نظرش رو به دست آورده. فریادهای جمهوری خواهان به جایی نرسید و بالاخره پرونده به کمیته قضایی مجلس نمایندگان رفت و اکثریت دموکرات در این کمیته 2 ماده استیضاح رئیس جمهوری را نوشتند: سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از نقش نظارتی کنگره. ماده اول این بود: دونالد ترامپ از قدرت مقام رئیس جمهوری آمریکا برای سود شخصی استفاده کرده و به همتای اوکراینیش فشار آورده که در ازای کمک‌های نظامی رقیب انتخاباتی احتمالیش را بدنام کند. ماده دوم سیزا هم میگه که دونالد ترامپ با جلوگیری از حضور مقام‌های دولتش در جریان تحقیقات عملاً نقش نظارتی قانونگذاران را مختل کرده. بعد از روزها بحث و جدل جناحی در کمیته قضایی، نمایندگان دموکرات به هر 2 ماده سیزا رأی مثبت دادند، در حالی که جمهوری خواهان هیچ کدام رو نپذیرفتند و پشت رئیس جمهوری رو خالی نکردند. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. خبرنگار ما خشایار جنیدی از مقابل کنگره با ماست. خشایار، با توجه به اینکه احتمال اینکه استیضاح رئیس جمهوری آمریکا در مجلس سنا رأی بیاره، دموکرات‌ها به دنبال چی هستند؟ ممکنه که نتیجه عکس بده این اقداماتشون؟ دموکرات‌ها صحبت از این میکنن که دنبال این نیستن که بخوان تلافی جویی سیاسی کنن یا اینکه بحث استیضاح آقای ترامپ یک عمل سیاسی باشه. اونها میگن آقای ترامپ رو به این دلیل میخوان به پای محاکمه در سنا بکشونن که به گفته اونها مرتکب نقض قانون اساسی شده، از طریق اینکه اولا از اختیارات خودش به عنوان رئیس جمهور سوء استفاده کرده به گفته اونها، و از سوی دیگر میگن که اون مانع از این شده که کنگره به وظیفه‌اش عمل کنه و بخواد تحقیقات انجام بده در مورد عملکرد رئیس جمهوری. خانم پلوسی به طور مشخص، رئیس مجلس نمایندگان که دموکرات است، به طور مشخص گفته که اونها تلافی جویی سیاسی رو به پای صندوق‌های رأی می‌کشونن. در زمان انتخابات هست که اختلافات سیاسیشون رو حل خواهند کرد، ولی اینجا چیزی که دنبالش هستند بحث قانون اساسی آمریکا و وظیفه نمایندگان کنگره در صیانت از قانون اساسی است. به هر حال پیش بینی میشه در رأی‌گیری مجلس نمایندگان که دموکرات‌ها اکثریت رو در اون در اختیار دارند، بحث استیضاح آقای ترامپ رأی بیاره، اما این بحث استیضاح اون وقت باید در سنا پیگیری بشه، جایی که به عنوان دادگاه عمل خواهد کرد و همه نمایندگان مجلس سنا هیئت جوری این دادگاه خواهند بود. در اونجا با توجه به اینکه جمهوری خواهان اکثریت رو در اختیار دارند، اینکه استیضاح آقای ترامپ رأی بیاره و او برکنار بشه یک موضوع بعیدی هست. تا به اینجا قبلا هم 2 رئیس جمهور دیگر آمریکا استیضاح شدند ولی اونها هم برکنار نشده بودند. دونالد ترامپ نامه تندی به نانسی پلوسی نوشته و به نوعی متهم کرده که اونها دارن یک کودتا علیهش میکنن. راجع به این نامه ذره بیشتر بگو. آقای ترامپ دیروز یک نامه 6 صفحه‌ای خطاب به خانم پلوسی که رهبر دموکرات‌ها حساب میشه در کنگره فرستاد. نامه بسیار تند و گزنده‌ای هست. در بعضی از جاها دموکرات‌ها رو آقای ترامپ علناً داره متهم می‌کنه به که علیه دموکراسی در آمریکا اعلام جنگ کردن، گفته این اقدامشون غیرقانونی هست.
استیضاح خودش رو به کودتا تشبیه کرده و گفته که شما دموکرات‌ها دموکراسی رو دشمن خودتون میدونید. امروز هم در توییتر آقای ترامپ ساعتی پیش یک توییتی رو منتشر کرد که میگه باورتون میشه که چپ‌های رادیکال و دموکرات‌های بی‌عمل من رو استیضاح می‌کنند؟ من کار اشتباهی نکردم. آنچه رخ میده وحشتناک است. متن مکالمات رو بخونید که اشاره هست به مکالماتش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور جدید اوکراین، موضوعی که باعث استیضاح او شده و گفته که این نباید برای هیچ رئیس جمهور دیگری تکرار شود. دعا کنید، که البته منظورش از دعا کنید یک کنایه سیاسی به خانم پلوسی هست که قبلا گفته بود از رئیس جمهور تنفری نداره و دائم برای او به عنوان یک کاتولیک دعا میکنه، که آقای ترامپ در نامه دیروزش این موضوع رو به سخره گرفت. متشکرم. خشایار جنیدی با ما.